سلام، من نیوشا مدبر هستم. به کانال من که همون کانال خودتونه خیلی خیلی خوش اومدید. امروز داریم جاهای باحال دیگه کاپادوکیا رو بهتون نشون میدیم، پس بزن بریم. اینجا پر از توریسته، همه آدم ها میان این پله ها رو میرن تا اون بالا و ویو خوشگل اون پایین رو نگاه میکنن. الان نگاه کنیم بریم ببینیم که این پایین چه خبره. وای چه خوشگله، ببینیم از این همون کوههای رسوبیه اون پایین، قارم توش داره، خیلی خوشگله، ویوش خیلی خفنه. حالا ببینیم این سنگا رو بهتون نشون بدم که به نوعی از نمادهای کاپادوکیا به حساب میان و این مدل سنگا رو در واقع با سرامیک و اینا هم ساخته بودن و میفروختن. من دیدم که میگم ببینید بریم بالای پله ها ببینیم چه خبره. بریم ببینیم این طرف چه خبره. یه جای خلوت گیر آوردم. وای وای خیلی خیلی قشنگه. یه باد خوبی هم داره میوزه، اصلا خیلی خوبه. خیلی هوا اینجا باحاله، با اینکه گرمه چون باد میاد احساس بدی نداره. فقط بدی بادش اینه که باد باعث میشه که صدای من تو ویدیوها به هم بریزه و بعضی جاها تو ادیت و اینا اذیتم کنه. امیدوارم که صداها امروز خوب ضبط بشه. کنار اینجا اون بر خیابون شتر و اینا هم هست، اسب و شتر و اینا که میتونین در واقع سوار بشید اگه دوست داشته باشین. آقا کلن کاپادوکیا چک بیندی خیلی خوشم اومد، یعنی باز دوباره حتما میام. مصطفی خیلی خوشش اومد. بعد صبح ما میخواستیم ساعت 5:30 صبح، 5:30 بالونا اینجا پرواز میکنن. خب میخواستیم بریم در واقع بالونا رو ببینیم. راستشو بخوان خواب بهمون امون نداد، به خاطر اینکه دیشب خیلی دیر در واقع خوابیدیم و نمیشد دیگه صبح زود، یعنی بیدار شدیم، یعنی من بیدار شدم ولی دیدم مثلا توان این که بخوایم بریم هم نیست. ضمن این که مثلا ریسک بود دیگه، چون بالونا هر روز نیست، مثلا بعضی روزایی که باد زیاد باشه بالونا در واقع پرواز نمیکنه. به همین خاطر دیگه ما ترجیح دادیم بالونا رو نریم دیگه. فعلا هم رسیدم به ماشین، در ادامه با من همراه باشین. داریم میریم اونجا، میبینین از دور اون یه قلعه خیلی بزرگ خفنه که داریم میریم به سمتش.
داری میریم یه شهر زیرزمینی رو ببینیم. ابد. این شهر زیرزمینی خیلی خیلی قدیمیه که حالا بهتون میگم ماجراش چیه و اینا. فعلا بریم با هم دیگه ببینیم. توی یه دهیه به اسم درین کویو. Görüyor musun kaşıklar? Bak Roma Hermes resminde vardı onlara bak. Hep hayvan figürlü ekseri, kuş figürlü bak. Tarihi eser be, bunlar burada kazılardan çıkan şeyler. Şu da bizim şifa tasımız. Şifa. Su koyuyorlar. Bak. Bu şifa tası Osmanlı zamanında. Hı. Osmanlı mühürü de var bak burada. Mühürü de var. Bunun için hep dua var, dua. Bunun için suyu koduklarında bunun bir günlüğe bekliyormuş. Şifa o zamanki hasta olanlara bunu içiyorlar, geçermiş. Şifa. Bize de var böyle şeyler İran'da. Bakır değil mi bu? Ne bronz, bronz. Ha, bronz mu? Bunu temizliyorlar, limonla temizlediğin zaman şu şekilde parlar bunlar. Şöyle çaldığın zaman içeridesin ha, dışarıdan biri çalıyor ha. Bunu çaldığı zaman erkek olduğunu bilirsin. Üstteki de kadın için. Ha, bu da bayan için. Ha, ne güzel. Kadın mı geldi, erkek mi geldi? Çok değişik değişik şeyler var. Çok güzel. Güzel çok şey. Evet, güzelmiş. اینجا ورودی شهر زیرزمینیه که قیمت در واقع بلیط ها رو نوشته برای کسی که موزه کارت داره رایگانه و برای بقیه 13 یورو. یادتونه بهتون گفتم که موزه کارت هم تموم شده و 2 ماه 3 ماه که قانون جدید اومده برای کسایی که شهروند کامل نیستن و فقط اقامت دارن و اجازه نشستن دارن بهشون دیگه موزه کارت نمیدن. به خاطر همین به منم موزه کارت صادر نشد. الان مصطفی با موزه کارت به راحتی رایگان وارد شد و بنده 13 یورو پول دادم.
13 یورو 456 لیر شد، یعنی نزدیک 900 هزار تومان. ولی خب میارزه به خاطر اینکه یه جای خیلی خفن دیدنیه. بزن بریم. اوه چوک سری. Evet bebeğim, yer altı şehirleri böyle taş. Hayır, o tarafa git. شهر زیرزمینی درینکویو یک شهر باستانی زیرزمینی چند طبقه است که از دوران فریگی‌ها واقع در منطقه درینکویو در استان نوشهیر ترکیه باز مونده. این شهر زیرزمینی عمقش 85 متره و قابلیت جا دادن حدود 20,000 نفر انسان همراه با دام و منابع غذایی و اینا رو داره. درینکویو بزرگترین شهر زیرزمینی کشف شده در ترکیه است. چون که چند تا شهر زیرزمینی دیگه هم وجود داره توی کاپادوکیا، ولی این بزرگترینشه. اینجا شاید لازم باشه که بگم فریگی‌ها کیا بودن. گروهی از مردمان هند و اروپایی بودن که در جنوب بالکان سکونت داشتن و این قوم به آناتولی کوچ کرده بودن و از اون زمان به بعد بهشون فریگی‌ها میگفتن. همونطور که گفتم خیلی تعداد زیادی از این شهرهای زیرزمینی تو کاپادوکیه وجود داره که حدوداً فکر کنم تعدادش 200 میشه، ولی مهمترینش همین درینکویو هستش. حالا بخوام توضیحی که درباره این درینکویو بهتون بدم. شهر درینکویو به طور کامل تو دوران بیزانس شکل میگیره و این شهر زیرزمینی در طول جنگ‌های عرب و بیزانس به شدت به عنوان محافظت از عرب مسلمان مورد استفاده قرار گرفت. بین سال 780 تا 1180 بعد از میلاد از طریق تونل‌های 8 تا 9 کیلومتری در واقع این شهر زیرزمینی به یه شهر زیرزمینی دیگه‌ای به اسم کایماکلی متصل شد. Öyle mi? Senin zamanın. Senin zamanında bu trafik olmuyor. خیلی این دخونه که بعد اینکه الان ما نمیدونم طبقه چندم هستیم، ولی اینجا 8 طبقه است. حالا کلشو براتون میگیرم.
در طول تاریخ در واقع این شهرهای زیرزمینی یه مکانی برای مخفی شدن ساکنان بودن. مسیحیای منطقه از این مکانها برای پنهان شدن خودشون از تهاجمات مغولی تیمور در قرن 14 استفاده می کردن. این شهرها توسط ساکنان محلی مسیحی به عنوان پناهگاه‌های امن مقامات مسلمان ترک در زمان تسخیر قلمرو توسط عثمانی‌ها مورد استفاده قرار می گرفتن. مردم محلی یونان کاپادوکیا تا اواخر قرن 20 از این شهرهای زیرزمینی در واقع برای فرار از آزار و اذیت استفاده می کردن. در طبقه اول این شهر زیرزمینی حیوانایی مثل گاو، گوسفند و اسب نگهداری میشد. سنگهای سنگین و بزرگی با اندازه‌های سنگاسیاب در طبقه چهارم این شهر زیرزمینی وجود داره که با این سنگا برای جلوگیری از حمله و نفوذ دشمن از پایین راه‌های ورودی رو می‌بستن. نقطه ضعف سیستم دفاعی توی این شهر این بوده که مهاجمین با ریختن سم‌های کشنده توی هواکش میتونستن ساکنین شهرها رو از بین ببرن. بیز نردیز مصطفی؟ Yeraltı şehrinde. Eskiden burada çok insan yaşarmış. İnşallah yamyamlar ruhları gelip Nivşa'yı yiyecek. توی هر طبقه پله‌های تو در تو وجود داره، اتاق‌هایی با آشپزخونه و محل بزرگی برای نگهداری شراب و مواد غذایی وجود داره. توی این تونل‌ها هواکش‌هایی هم وجود داره که به بیرون راه دارن و یه جوری ساخته شدن که توی اعماق این شهرهای زیرزمینی هوا جریان داره و اصلا کمبود اکسیژن احساس نمیشه. شهر زیرزمینی اتاقهای زیادی با اندازه‌های مختلف وجود داره که در واقع برای کاربردهای مختلف ازش استفاده می‌کردن. مثلا از اتاقهای کوچیک به عنوان مقبره و از اتاقهای بزرگتر به عنوان مثلا محلی برای تجمع و یا مدرسه استفاده می‌کردن. درینکویو به وسیله یک تونل 8 کیلومتری همونطور که بهتون گفتم به یه شهر زیرزمینی دیگه‌ای به اسم کایمالی متصل میشه و این نشون میده که بین تمدن‌های مختلف منطقه کاپادوکیه در اون دوران البته زیر زمین همکاری و ارتباطی وجود داشته. شلوغ شده اونجا، بعد اینقدر که راه رو باریکه آدم ها جا نمیشن برن، ما منتظریم یه عده بیان برن خارج هم بعد ما بریم. Beklemiz ne kadar beklediniz? İnsanlar hep yer yok yani burada. Evet, bu yollar çok dar olduğu için karşılıklı insanlar geldiğinde sağda solda odalar var, oralara girip bekliyorsunuz. Ama yerin 7 kat altına iniyoruz. Cehenneme götürüyorum Nivşay'ı. Adamlar cehenneme kadar kazmışlar yemin ederim. Göreyim bence bak. Ben bekliyorum. Git. Hadi.
واقعا. یه مرد داره چه؟ یک. هیز انسون. انشالله هدیه بدم. Elektrik olmadığını da düşün, buralar hep kararlı. Evet, nasıl yaşıyordular burada? Buralarda meşale yaktılar. Mum, çıra, meşale, öyle şeyler. Evet. Burada şehir gibi oldu biraz. Evet, burası genişledi. Direkt gidiyorlar demek ki. خسته شدم خسته شدم. ملت خرافاتی توی این گودالای اینجا که خیلی هم عمیقه پول ریختن. یعنی چه کار احمقانه ایه. روحا میان پول بر میدارن مثلا. ولی خب احساس نفس تنگی به آدم دست میده. حالا شاید من جرم. من بیرون نفس آز آدم. یو بن قایت راحت آلیم. سن راحت مسن؟ اوت. بن شیم یعنی بلکی چون کپاله. بنجه سن ستریس اولدون بقدر آشای اینجه. مصطفی بنا اولدرجک بردا. آقا جان اینجا قبرستونه. ما داریم وارد قبرستون میشیم. بریم ببینیم چه خبره تو این قبرستون. خیلی هم راهش طولانیه. داریم میریم قبرستون. چه کاری آخه خم خم خم. آی کمرم شکست. ای خدا اینجا قبرستونه. همه رو پرت میگردن پایین از اینجا. بنگید من اینجا قبرستونه. بومه daha devam ediyor. Daha gidemem. Yok hep buradan devam. Bakalım çıkış aynı geldiğimiz yerden. همه ترسیدن بچه ها اینجا قبرستون بوده. مصطفی قهرمانه میره. ها یا خورده میشین. همین الان خارج شدیم. بیرون اومدنش خیلی سخت بود. چکمک دازه. ها چکمک دازه. اره چکمک دازه. و خیلی سخت اومدیم بیرون چون باید تا کمر تا پایین خم میشدی. از این بر باز یه ذره شیب این وری بود میرفت. ولی از اون سربالایی بود خیلی ناجور بود. بعدم چکمک گریب چکمک. هنگه. گریب چکمک بیرم سنجا. هایش. اردا کلولی انسانلر رول میاد. بنده ده چوک دار. میدونی انقدر که تنگ بود این راه پلاش اینا مثلا آدمی که یه ذره چاق باشه و اضافه وزن زیاد و اینا داشته باشه نمیتونه رد شه. ضمن این که مثلا اینجا آدم های مسن و اینا هم نمیتونه رد شن. یا مثلا من خودم یه مقدار احساس ناراحتی تنفس داشتم. ولی مثلا مصطفی راحت بود. ولی مثلا طبقه دومش و اینا آب و هواش جوری مثلا خنک بود. ولی هرچی پایین تر که میرفتی به جای اینکه حالا شاید خنک تر بود ولی چون هوای کمتری احساس میکردی دم داشت میدونی. ولی خب دیگه حالا اینم این همه سال پیش کجا زندگی میکردن چه جوری زندگی میکردن. اون وقت ما با سختی و بدبختی پلاشو میریم بالا پایین. اونم یک کلیسای قدیمیه. ببینینش. اینم دست فروشای تندی میت.
شطور سواری دولا دولا نمیشه. من دوبای دا بیندیم ببه. Mustafa, günahlarını söyle. Hiçbir günahım yok. Günahlarını söyle bebeğim. Allah aşkına günahım yok. Ama gerçekten Allah. Sana günah bence yoktu. Kültür Bakanlığı yabancıların miraslarına böyle bakıyor işte. همونطور که میبینی اینجا هم یه کلیسای خوشگلیه که نزدیک همین شهر زیرزمینیه و وقتی که بیاین این شهر زیرزمینی رو ببینین میتونین از این کلیسا دیدن کنین که متاسفانه اصلا این کلیسا بهش رسیدگی نشده و دلیلش هم نامشخصه به نظرم. شاید هم چون کلیساست و اینجا یه کشور اسلامیه، نمیدونم دلیلش هر چیزی که هست به این کلیسا رسیدگی نشده و ای کاش که از این جاهای قدیمی واقعا از این میراث فرهنگی ها به شدت و به خوبی نگهداری می شد، ای کاش. ولی خب کلیسای خیلی زیباییه، منم که اون بالا هم. Ona intihar ediyorum demiş. Ben intihar sonra ediyorum. Atayım seni hemen aşağıya. Benim günahım.
Yok de, yok de. Yalan. Akşama kadar beni mahvediye. Güzel bir gezimiz. Evet. Oradan da Hacı Bektaş'a gidelim. Sonra... Tamam. Kiye? به اینا میگن گزلمه که در واقع نون خیلی خیلی نازکی که داخلش پنیر نمیدونم گوشت چرخ کرده هر چیزی که شما بخواین و میذارن وسط این نون رو بهتون میدن خیلی خوشمزه است همه جای ترکیه هم هست اسمش هم همین گزلمه است اینجا دوغای بازشون خیلی خفنه چون که مال روستا و ایناست بهش میگن یایک ایران مرسی که با ما همراه بودین لایک کامنت سابیتون نره خیلی دوستتون دارم بای بای